سازمان ملل اعلام کرد 55 هزار داعشی در عراق و سوریه باید محاکمه یا آزاد شوند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیدگی دولت ها به وضعیت 55 هزار طبعی داعشی خود که در عراق و سوریه بازداشت هستند را خواستا شد. روش برخورد با خانواده ها و فرزندان تروریست‌های داعش که پس از آزادسازی عراق و سوریه در این کشورها باقی ماندن مسئله نگران کننده شده است. به گزارش شیه ویوز به نقل از خبرگزاری رویترز میچل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در آغاز نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار رسیدگی دولت ها به وضعیت اتباع داعشی خود که در عراق و سوریه هستند شد وی اعلام کرد حدود 55 هزار نفر از سنی های تون داعش شامل اعضای خارجی و خانواده های آنها که در عراق و سوریه بازداشت هستند باید محاکمه آزاد شوند باشله از دولت ها خواسته که مسئولیت اتباع خود را به عهده بگیرند و به کودکان باقی از داعشی ها بی توجه نباشند